با درود فراوان به جلسه چهارم تاثیر شبکه های اجتماعی و رسانه های مدرن بر سیاست و اجتماع خوش اومدید در این جلسه به تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای محدود ساختن حضور مردم در شبکه های اجتماعی و فعالیت های آنها در این شبکه ها صحبت خواهیم کرد دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرد که فاز اول شبکه ملی اینترنت یا اینترنت ملی یا بهتر بگوییم اینترانت آغاز به کار کرده است شبکه که طراحی آن در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و پس از تظاهرات گسترده سال 88 آغاز شد و تا کنون هم به گفته خود دولت 20 هزار میلیارد تومان هزینه برداشته نصرالله جهانگرد معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان آغاز بکار فاز اول به سراحت گفت کلیه اتصالها زمانی که این تر به مرحله نهایی برسه چه اتصالها از طریق شبکه های خانگی یعنی اینترنت خانگی و چه سیار یعنی اینترنتی که از طریق تلفن‌های هوشمند به اون دسترسی دسترسی هست تنها برای کسانی میسر خواهند بود که شناسه کاربری داشته باشد یعنی ارائه دهنده خدمات از اسم و نام و نام و خانوادگی اونها اطلاع داشته باشد البته آقای جهانگرد گفت که داشتن شناسه کاربری به معنای کنترل رد دو بدل اطلاعات یا دیتاها نیست البته ایشون نگفتند که نهادهای اطلاعاتی با دسترسی به شناسه ها و همچنین اطلاعات رد و بدل شده در سرورها هر زمانی میتونند کسانی رو به دلیل اینکه اطلاعاتی رو در اینترنت قرار دادند حالا چه دریافت کننده باشند چه ارسال کننده شناسایی کنند و به سراغشون برند با توجه به این که چهار شهریور امسال بر مبنای اون که رسانه های خود نظام نوشتن 450 نفر از کاربران شبکه های اجتماعی یا بازداشت شدن یا از سوی سپاه احزار شدن مشکل به نظر میاد که زمانی که این نیروهای امنیتی و انتظامی به از طریق اینترانت به کل سیستم دسترسی داشته باشند این احزارها و بازداشتها افزایش پیدا نکنه حالا ببینیم این شبکه ملی یا اینترانت چگونه عمل میکنه و چرا تکمیل این طرح میتونه جلوی گردش نسبتا آزاد اطلاعات که در حال حاضر وجود داره رو بگیره و ایران رو هر وقت خواست کاملا از دهکده جهانی یا جهان مجازی بنوملالی جدا بکنه رسما دولت جمهوری اسلامی ایران از ایجاد شبکه ملی یا اینترنت دو هدف رو دنبال میکنه اولی به گفته مقامات کاهش هزینه پهنای باند و اتصال اینترنت داخل ایران به اینترنت جهانی است دوم بالا بردن زریب امنیت ملی و مسون ساختن سایت هایی که میتونن مورد <applause> حمله دشمنان جمهوری اسلامی را قرار بگیرند در گذشته سایت های تاسیسات اتمی و حتی صنایع نفت و پتروشیمی چندین بار با استفاده از ویروس های چون استاکس پروکو یا فلی مورد حمله قرار گرفتند البته این حملات هیچ وقت از طریق اینترنت نبوده بلکه از طریق این ویروس ها از طریق فلاش درایو یا لپتاپ به سیستم منتقل شدند و اینترنت اصولا نقشی در این حملات سایبری به سایت های حساس جمهوری اسلامی ایران نداشته اینترنت تنها به نظام این امکان رو میده که هر وقت خواست تماس کاربران اینترنتی داخل کشور رو با خارج از کشور قطع بکنه یا اینکه در حالت عادی مثلا مسدود بکنه ورود اونها رو به یک سری از سایت ها با یه شیوهی بسیار کاراتر از فیلترینگ ولی خب عمدتا در موارد حساسه که اینترنت میتونه به کار دولت بیاد یعنی به راحتی میشه سیستم اینترنتی داخل کشور رو کاملا ایزوله کرد و هیچ گونه تماسی اینترنت داخل کشور با اینترنت جهانی نداشته باشه البته بدون اینکه به سیستم اینترنتی داخل ایران حالا چه اون بخشی که مورد استفاده نیروهای سرکوب یا دولت انجام میگیره یا حتی شرکت های خصوصی لطمه بخوره در زمانی که بهار عربی به مصر رسید و میدان التحریر توسط مردم این کشور اشغال شد دولت حسنی مبارک اون زمان دستور داد که بالکل اینترنت قطع بشه ولی بله خب بعد 24 ساعت مجبور شد این ممنوعیت رو برداره به خاطر اینکه حتی دستگاه های سرکوب از اینترنت برای هماهنگی استفاده میکردن و قطع اینترنت مشکل ساز شده بود با, اینترنت این مشکل برای نظام غیر, دموکراتیک دمورترا... پیش نمیاد البته باید توجه داشت که با اندازی اینترنت یا شبکه ملی این تنها کاربران داخل ایران نیستند که از محدودیت های خواهند داشت برای ورود به بسیاری از سایت های داخل کشور هم از سوی کاریبران خارجی مشکل پیش خواهد اومد و اینا میتونن به راحتی خارج از دسترس کاربرانی که خارج از ایران هستند یا با آی پی یا یه آدرسی خارج از ایران وارد اینترنت میشن مشکل ساز باشه در یک حدی در سال 2010 میلادی این این مرحله رو دولت تجربه کرد برای مدتی سایت مرکز رسمی آمار ایران از خارج بدون دسترسی نبود و میبایست از فیلتر شکن برای ورود به اون استفاده کرد کالین اندرسون که پژوهشی گسترده در رابطه با شبکه ملی یا اینترنت ایران تحت عنوان اینترنت پنهان در ایران انجام داده میگه این وعده دولت که از طریق اینترنت میشه سایت های امنیت سایت های داخلی رو تأمین کرد به ویژه سایت های حساس کاملا بیهوده است چون هکرها یا ارتش های سایبری اگر بخوان به این سایت ها وارد شند وجود اینترنت یا اینترنت ملی فقط یه 7-8 دقیقه کار اونها رو طولانی تر خواهد کرد ولی گذر از اون گذشتن از اون کار مشکلی نخواهد در حال حاضر تنها کشوری که در جهان سیستم اینترنتیش کاملا مجزاست یعنی یک اینترنت ملی داره کره شمالی است <تصح> کره شمالی مردم کره شمالی تنها میتونن به اون سایت هایی که در داخل کره ایجاد شده تولید شده مراجعه کنند و مراجعه به سایت خارج از کشور رو ندارند این اینترنت که در کره به اسم کوانگ میون هست یک دهه پیش راه اندازی کرد راه اندازی شد تفاوت عمده بین کشوری مثل ایران با کره شمالی اینه که در کره شمالی قبل از اینکه این شبکه اینترنت ملی یا اینترنت راهاندازی بشه کسی دسترسی به اینترنت نداشت بنابراین مردم از این طریق با فضای مجازی آشنا شدن و به اون ورود کردن در حالی که در ایران سال هاست که مردم حالا با سرعت کم با استفاده از فیلتر شکن ولی در هر حال وارد جهان مجازی شدند و بلوک کردن کامل این جهان مجازی برای دولت ایران ساده نخواهد بود جالب اینه که یک سردار سپاه به نام محمد حسن نامی که در دور دوم دولت آقای محمود احمدی نژاد یعنی قبل از آقای محمود وایزی وزیر ارتباطات بود و طرح اینترنت رو ابتکار ایشون بوده دکترای خودش رو در همین زمینه در کره شمالی گرفته رسما در ایران فیلترین که سایت ها با مبارزه یعنی به دلیل مبارزه با پرنگرافی گفتند که آغاز شده. ولی خب اگر ما نگاهی به این بیش از 300 هزار سایتی که در ایران فیلتر شده بیاندازیم میبینیم که به جز یک ده20 سایتی که میشه اونها رو سایت هایی گفت که پرنگرافی دارند، بقیه کلا سایت های خبری یا سایت های سیاسی هستند مثلا سایت آیت الله منتظری یا رادیو فردا فیلتر شده که هیچ کدوم از این دو ربطی به پورنوگرافی ندارند واهمه جمهوری اسلامی ایران از شبکه های اجتماعی دقیقا همون واهمه است که نظام از هر گونه تشکل حقیقی داره جمهوری اسلامی هر گونه تلاشی رو برای تجمع سازماندهی خطری بسیار جدی برای خودش میدونه برای بقای نظام میدونه بیمناسبت نیست که مثلا حتی دوچرخ سواری یه گروهی در برخی از شهرها برای اعتراض به آلودگی هوا یا برای اینکه آلودگی هوا کاهش پیدا کنه برای آگاهی دادن به مردم نسبت به محیط زیست در بسیاری موارد جل... ازش جلوگیری میشه با اونها برخورد میشه چون اون رو خطری برای امنیت کشور میدونن خب دشمنی جمهور اسلامی با شبکه های اجتماعی هم درست به همین خاطره یعنی به خاطر قابلیتی که شبکه های اجتماعی در ایجاد حرکات مدنی و اجتماعی دارند به ویژه حرکاتی که به صورت جمعی صورت میگیره به همین خاطر حساسیت بالاترین حساسیت ها نسبت به گروه است که در فیسبوک یا تلگرام تشکیل میشن و عده زیادی مشترکن در رابطه مسئله صحبت میکنن یا تبادل نظر میکنن جمهوری اسلامی فکر میکنه که این حرکت ها میتونن موجودیتشو به خطر بیندازن یا به یک مشکلی تبدیل بشن وقتی که این نو ها از فضای مجازی به فضای حقیقی میخواد نقل مکان بکنه چین هم بعد از اینکه تلاش کرد یک اینترنت یا اینترنت ملی به وجود بیاره از الان از یک طریق دیگه استفاده میکنه بسیاری از شبکه های اجتماعی یا سایت های محبوب مردم و پربیننده رو که در سطح جهانی وجود داره مثل فیسبوک، توییتر یا جستجوگر گوگل و یک نسخه چینی یا نسخه بومی بر آنها درست کرده نسخه های بومی که طرفداران بسیاری هم در این کشور پیدا کردن ولی خب در جمهوری اسلامی ایران هر گونه تلاشی برای این چنین شبکه های بومی حتی قبل از اینکه یا بلافاصله بعد از اینکه درست شد با ناکامی روبرو شد برای اینکه مردم حاضر نیستند از شبکه های بین اجتماعی خارج بشند و به یک شبکه بومی بپیوندند هیچ علاقه به اون از خودشون تا کنون نشون ندادند یک نمونه بارز اینه که تلاش شد مردم از ایمیل های محلی و بومی استفاده کنند به جای مثلا جیمیل مردم توجهی نکردند تا اینکه دولت مجبور شد از بانک ها بخواد که تماس های خود با کاربرانشون رو فقط از طریق ایمیل های بومی انجام بدن این هم نتیجهش این شد که مردم دارای دو آدرس پستی مجازی یا ایمیل هستند یکی در یکی از شبکه های بومی و دیگری مثل جیمیل یا یاهو که از شبکه بومی برای تماس با ادارات دولتی و بانک ها استفاده می کنند و از جیمیل یا یاهو برای تماس های خصوصی و دیگر تماس هاشون. یکی دیگر از روش هایی که در جمهوری اسلامی استفاده میشه برای اینکه حضور مردم رو در شبکه های اجتماعی کاهش بدن و یا خطر این شبکه ها رو ذریب خطر رو پایین بیارن کاهش سرعت اینترنته ایران از نظر سرعت اینترنت بین 196 کشور در مقام 150 هم قرار داره سرعت متوسط اینترنت در ایران کمتر از 5 مگابایت در ثانیه است در حالی که میانگین جهانی 22 مگابایت در سوریه است در منطقه هم ایران در رده 16 هم قرار داره این تفاوت سرعت که گزارشگران بدون مرز از اون با عنوان آپارتاید دیجیتال نامی بره گفته میشه که با اجرایی شدن اینترنت یا اینترنت ملی پایان خواهد یافت یعنی سرعت افزایش پیدا خواهد کرد حتی تا هشت برابر ولی خب سرعت هشت برابری در اینترنت بدین معنا نیست که وقتی که یک کاربری از ایران بخواد به یک سایت مراجعه کنه که در خارج از اینترنت هست و اون دریچه را باز نگه داشتند، همین سرعت رو داشته باشه بلکه سرعت برای خروج از اینترنت باز هم بسیار پایین خواهد بود کارین اندرسون که قبلا گفتیم یک پژوهش مفصلی در رابطه با اینترنت ایران انجام داده معتقده که جمهوری اسلامی ایران اون دریچه رو که اینترنت به سوی اینترنت باز نگاه خواهد داشت بدون شک سرعت اونو پایین خواهد آورد برای اینکه مردم به سایت های خارج به خاطر سرعت پایین مراجعه نکنند و روز به روز بیشتر به سمت سایت های داخل کشور برند یکی دیگه از تلاش ها هم برای بعضی از شبکه هایی که محبوبیت در ایران بسیار داره مثل مثلا تلگرام اینه که از این نهادها ها بخوان که سرور های کاربران ایرانیشون رو به داخل ایران منتقل کنند مدت صحبت انتقال مثلا سرور تلگرام در ایران مطرح اگرچه دولت میگوید که هیچگونه مصوبه ای برای درخواست انتقال سرور ها به ایران نداره و در حال حاضر هم همچنین کاری در دستور کارش نیست آقای فیروز فیروزآبادی که رئیس مرکز ملی فضای مجازی است میگوید در رابطه که از موافقین انتقال سرور تلگرام به ایرانه میگوید در تلگرام علاوه بر کاربرانی که به صورت شخصی حضور دارند 100 هزار کانال تلگرامی وجود داره که روزانه یک میلیون و دویست هزار مطلب رو به اشتراک میزنند. خب این مسئله قابل درکه که بسیاری از این گروه ها در رابطه با مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی هستند و برابر این با انتقال سرورها به داخل کشور نیروهای امنیتی راحتتر میتونند به اسامی کسانی که در این شبکه های تلگرامی فعال هستند دست پیدا کنند البته خب این مسئله یه فیلترینگ تلگرام واتساپ وایبر و غیره یکی دیگر از مسائلی است که بین دولت و دیگر نهادها مثل بیت رهبری سپاه پاسداران یا قوه قضاییه مناقشه وجود داره و اختلاف نظر وجود داره دولت آقای روحانی بیش از این که بخواد فیلترینگ و گسترش بده هوادار فیلترینگ به اصطلاح هوشمنده یعنی سایت رو نمیخوان فیلتر کنند بلکه محتوای اونو مورد بررسی قرار بدن و محتوایی را که خط, نق... خط نظام رو رد میکنه فیلتر کنند. اسم این اینو فیلترینگ رو در جمهوری اسلامی گذاشتن فیلترینگ هوشمند تا کنون 110 میلیارد تومان دولت آقای روحانی برای درست کردن برنامه هایی برای فیلترینگ هوشمند هزینه کرده در همکاری با یازده نهاد دانشگاهی ولی تا کنون گویا نتیجه عملی به دست نیاورده مسئله آزادی اینترنت و مخالفت با فیلترینگ چندین ساله که در نشست های حقوق بشری هم مطرح میشه بسیار از نهادهای حقوق بشری من جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دسترسی به اینترنت رو یکی از حقوق اساسی مردم میدونه در آخرین نشستش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که سالی سه بار در ژنو تشکیل جلسه میده یک مصوبه ای رو به تصویب رسوند البته با مخالفت کشورهای مثل چین، روسیه و یا پادشاهی سعودی مبنی بر اینکه کشورهایی که, کشورهای که دسترسی شهروندانشون به اینترنت رو عمدن قطع کنند ناقض حقوق بشر هستند و باید در این رابطه به جامعه جهانی پاسخگو باشند البته واکنش در ایران بلافاصله این بود که داستان کل کشور آقای منتظری گفت اه ما اه این مسببات برای ما از هیچ گونه اعتباری برخوردار نیستند یعنی به وضوح گفته شد که ایران قصد داره در آینده هم چون گذشته محدودیت های جدی برای ورود شهروندانش به فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ایجاد بکنه